داستانه مزرعه با هم هستیم. بریم ببینیم که این دفعه چه داستانی رو میخواییم تو این کتاب قشنگ بخونیم. ای بچه ها، این سمنوه که داره ماهی میگیره، امیدوارم بتونه یکی دوتا ماهی بگیری که شاید دست از سر این شقاقل برداره. نه خیر، من اگه نهنگم بگیرم بازم دست از سر شقاقل بری نمیدارم. حالا هم اگه چند تا ماهی بگیرم تا دو سه روز قضا دارم که بتونم یه نقشه اساسی برای شکاری شقاقل بکشم. آه این اینجا چی کار میکنه؟ آی سمنوی شیاد، اینجا چی کار میکنی تو؟ ببینم مگه چشمت عیب کرده؟ نمیبینی؟ دارم ماهی میگیرم دیگه، قربونت میرم شقاقل جونه. آها، این رودخونه از جلوی مزرعه ما رد شده، تو حق نداری ماهیای بیچاره رو بگیری و بخوری. ببینم مگه تو وکیل واسه یه ماهی هستی؟ بعدش هم اگه فرصت پیدا کنم خوریت هم میخورم، چی برسی به ماهی ها؟ آهای بهت میگم برشون کن، وگرنه هیپ هاپ رو میندازم به جون تا. ببینه فکری خوراک اون گربه بد ترکیب یا همون هیپ هاپ چیه؟ غذای اول همه ماه ماهیه، فهمیده؟ به جای این حرفا باش بیا کمک کن ماهیه به این گندگی رو بکشیم بیرون از آب. دلم خوراک شد، خوب شد، آخه خوشحال شدم. چی کار کردی؟ نهانم از بی بودی نمبر، حیف که دستم بهت نمیرسه. خیالت راحت شد خروس مزاحم؟ خیالت راحت شد منو بی نهار کردی؟ به به، اینو نگاه کن، یه تخم مرغ گونده، نهارم جور شد، یه املت خوشمزه با تخم مرغ تازه. ها این دیگه چیه تو دستاش؟ ها وای، آخه اون چیه که اینقدر داره خوشحالی میکنه؟ اون تخمانه یه پرنده بدبخته که با هزار امید ازش نگهداری میکرده، توشم یه جوجه است، تو چی رو میخوای بخوری؟ به شما ربطی نداره، ماهیا که نزشتی بگیرم، ولی این تخم مرغ گوندی بچه دیگه من خودمه، میخوام بخورمش، فقط امیدوارم خراب نشده باشه و هنوز سالم باشه. به به، خیلی هم سالم و گرمه، خیلی هم خوب و خوشمزه. ای هوار، بردن تخم مرغو، بردن به دادم و برسیم. آی داری کجا میریم؟ هر چقدر دلید میخواد دادی بیاد کن، ما که رفتیم. بده اون تخم مرغو، آی هوار به دادم برسین. یارو سمن اومده تخم مرغو پیدا کرده و برده، این دوسته بگیریدش. کوچی کجا؟ چی شده شقاقل؟ کی چی و خورد؟ درست حرف بزن ببینم چه خبره. اگه چیز وحشتناکیه نگو که حال بعد بد میشه. سمنو، این سمنو یه وحشی، یه تخم مرغ از کنار رودخونه پیدا کرد برد که بخورتش. ای بابا، ما فکر کردیم جوجه ای چیزی دزدیده. خب چه فرقی میکنه، شما که خودتون واردین. خب توی اون تخمم یه جوجه بدبخته دیگه، اون تخم مرغ رو میشکنه اون جوجه رو بیچاره یه لقمه چپش میکنه. عصبی خان، از شما بعیده، یعنی شما با از بین رفتن یه جوجه زبون بسته رضایت میدی دیگه؟ بابا این چه حرفیه؟ چرا حرف تو دهن من بیچاره میذاری آخه؟ من کجا رضایت میدم؟ پس باید فکری بکنی. به به، یه املتی درست کنم که خودم باورم نشه. ببینم شما راضی میشین پونه اون جیگر گوشتون رو بدین اون روباه بی خانواده بخوره باش عمره درست کنه؟ حاضرین؟ نه حاضرین؟ نه نگو. خب آخه این چه حرفی تو میزنی؟ دادا خون جلو چشم رو گرفت، الان گردن اون قاتل رو میخوام برم بشکنم. بریم اون جوجه بیگناه رو نجاتش بدیم دوستا. اسبی خان تو نظر چیه؟ شما چی میگی؟ هیچی، بریم. حالا چرا انقدر داد و بیداد میکنی بابا؟ اونجا رو وای دیدی تخم خورده، دیدی دیر رسیدیم، جوجه بیچاره رو خورده، یه قلوب آبم روش. آخ نگاه کنین بیچاره، یه دونه پرشم باقی نبوده. اگه گیرش بیارم اون جوجه بیچاره رو از تو دلش بیرون میکشم. چه خبرتونه؟ صبر کنیم ببینم، شاید اصلا تو این تخم جوجه ای نبوده، یکم صبر کنید آخه. سلام بر همه دوستان، ببینم اینجا چی کار میکنید؟ چی خبر شده؟ اون دیگه چیه رو کولت؟
این ایگیه که تو تخم بود، حالا هم اومدی بیرون شدی بچه من، یعنی فرزند خوندی من. حالا چرا با خودتون چوب و چومق آوردین؟ چه خبره؟ دیدین گفتم زود قضاوت نکنی. آخه بابا جون، از این رو با هر چیزی برمیاد، میشناسینش که در زیم از کجا من وقتی ما نریم و بچه بیچاره رو نخوره. شقاقول حرفی دهنی که بفهم، بی تربیت بی عاطفه بی نمک بی کس و کار. بابا شمانیو بابا آخ جان، یاد بچه خودمون افتادم، دلم واسش تنگ شد. دادا راست گفتی، بیا بریم زودتر پیشش، تو مزرعه تنهاست بچه بی نوا. فالی نداره، اگه نمیبینی عشق پدر و فرزند و را بیافتیر بریم. قربونت سمنو جون، فقط حواست به نگهداری این طفل معصوم باشه، چون میدونی که حواست نباشه هیپوهاب روی این موضوع حساسن. و اش بخش، شما هم حرفی میزنی، این بچه عشق منه، میره میرم براش. گشنمه ایگی جون، تویی؟ پس بابای دوم دراز بدجنست کو؟ چرا پس تو تنهایی؟ ها؟ گوشنمه بابا بده بخورم. میدونستم این سمنه اون لیاقت پدر شدن رو نداره، برده بچه رو گرسنگی داده. اسبی خوان، اسبی خوان. ای بابا چه بچه خوبی، رفت اونا رو با پدرش بخوره، تنهایی از گلوش پایین نمیره. به نظر من که سمنو همه رو ازش میگیره. حالا ببینین کی گفتم. گشنمه دوباره که تو اومدی گوگوری مگوری، چی شده؟ قضا بده بابا، بده گشنمه. میدونستم این سمنوی شیاد همه قضاهای این بیچاره رو میخوره. اسبی خان اجازه ندیم با غذا برگرده، همینجا وایس غذا رو بخوره. ای بابا آخه نمیشه که شقاقل جانی بچه خانوادهش اونجان. خب اسبی خان غذاشو بخوره بعد بره. نظر تو چیه؟ بابا گفت گوش نشه. بابا بی بابا غذا تو میخوره عمو جون، اینجا باید بمونی و غذا تو بخوری. خب ببینم غذا تو خوردی خاله جو. خیلی خوب، شب بخیر، بگی بخواب. بله همه غذا را برده. بفرما اسبی خان، همه این کارا زیر سر سمنوه ها، عجب گرفتاری شدیم ما. این ایگه طفل معصوم وادار به دزدی و گدایی کرده، قبول داری؟ فکر میکنم این طفل معصوم رو باید نجاتش بدیم، چون برای یه بچه خانواده خیلی مهمه و خانواده یعنی آینده، یعنی پیشرفت. درسته اسبی خان. دستی درد نکنی بابایی، واقعا که نانوره خونه تویی، بهت افتخار میکنم. خوب شد نخوردم ایتا، حالا به جای وعده همیشه دیگه قضا دارم. چی شد؟ چرا یهوی عقب کرده؟ بابایی من منظوری بدی نداشتم، میخواستم بگم یعنی خوبه که قضا داریم و میخوریم و اینا دیگه. آهای سمری و سو استفادگر، نگاه کنید همه غذاها رو داره سمنو میخوره. واقعا که آقای سمنو، خجالت بکش. سمنوی مکار، تو به دلیل سوء استفاده از فرزند خوندت و مجبور کردن اون به سرقت و تکدی کردی متهمی. بابا وای دیوونه شدم، کاش ولش میکردیم برگرده پیش سمنو. چرا خانواده واقعیشو پیدا نکنیم براش؟ چطوری ببو جان، ما حتی نمیدونیم ما کجا اومده، چجوری خانوادهشو پیدا کنیم آخه؟ بابا شمنو تو که روبا نیستی ایگی جان، بابات هم سمنو نیست. پیدا میکنم، قول میدم.
شرم جون، ای آیایی برای پیدا کردن خانواده این ایگی زبون نفهمه. قربون دستت، اینو تکثیرش کن، مسیر بالای رودخونه همه جا پخشش کن ببینم چه میکنی. در عوضش چی بهت میدی؟ خب اینو میدم به دیگه، بیا مال تو. آی دست داد را کنه خدا فرست، پیداش میکنم. باز که تو پیدا شد پدر قلابی، چی میگی تو؟ باز کنید، من مدرک آوردم تا ایگی رو ببرم. کو مدرکت؟ اینها، بفرمایید. راست میگی، این بیچاره مدرکم داره. الان در وسط باز میکنم ایگی رو ورداری و ببری. بله، تازه شانس بودی که از تو شکایتم نمیخوام بکنم. آها، بخور حقته. با یکی بیاد به داده من برسه. این پدر و پسر این همم جفتشو مرد و بازارن. وای بابا جان، بابا بابا بابا، قربونت بشه عزیزی دلم، قصی نخور، قربون پسر گولم بیره من. آخر مادر ایگی پیدا شد، مادر ایگی پیدا شد. ایگی جونم، ایگی من، پسرم، پسر گلم، بیا پیش من، بیا بغل مامانت پسر عزیزم. آخه چقدر دلم برات تنگ شده بود، چقدر خوب شد که پیدا کردم، داشتم میمردم از دوریت. پسر عزیزم بیا بغل مامان، با تو بیا. ای پسرم این حرف رو ول کن، من باباتم، باش بریم خونه. بابا، مامان. پسرم، پسرم بیا اینجا، بیا پیش مامان. چی؟ مامان. ای پسرم کجا رفته؟ کجا رفته پسرم؟ منو تنها نذار، دست بوز پدر بودن این بوه. آقای سمنو، این میوه ها رو به عنوان قدردانی به شما هدیه میدم. ممنونم از شما، بفرمایید. قابلی نداش، ولی یه چیزی بهتون بگم، شما یه کمی باید بیشتر مواظب بچه‌تون میبودین. نه و این چه حرفیه که میزنین، همیشه مواظب بچه‌م بودم. اون شبی هم که ایگی گم شد من خوابیده بودم، یه دفعه تخم ایگی قل میخوره و میفته تو رودخونه. دیریاس میخوان، تربیت و عقل چیزیه که این سمنو کلا ازش بی بهره است. خانم چقدر خوب شد که شما رو پیدا کردیم، البته اینو ما مدیون فکر ببو جان هستیم. برای پیدا کردن بابار ایگی هر کاری می کردم. آخ واقعا منو ببخشید، به خاطر گازای ایگی. آخه ما ایگوانای دریایی هستیم، تخم ایگی هم نزدیک خونه بود که یهو قل خورد و اومد طرف شماها. اون روز که دیگه تخم ایگی گم شد، من یه لحظه خواب و خوراک نداشتم. شما بچه منو دوباره به من برگردوندید، ممنونم از شما. خدا 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 حافظ، خدا نگهدار، خدا حافظ. بازم خدا رو شد که مادر مهربون ایگی پیدا شد، چون هیچ کسی مادر خدا آدم نمیشه. خب تا قصه بعدی، خدا نگهدار.